برنامه ای از شبکه زد ان تیوی. جشن مهرگان، روز مهر در ماه مهر از گاه شماره زرتشتی برابر با دهم مهر ماه خورشیدی آغاز می شد و به روز 21 یعنی رام روز پایان می یافت. آغاز جشن را مهرگان کوچک یا خرد یا مهرگان همگانی و پایانش را مهرگان بزرگ یا ویژه یا مهرگان ویژگان می نامیدند. روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان، مهر بفزا ای نگار مهر چهره مهربان. مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر، مهربانی کن به روز مهر و جشن مهرگان. دو جشن بسیار بزرگ ایرانیان که بیش از آنهای دیگر شکوهمندند و دلهای مرده را زنده و روانهای افسرده را شاداب می کنند، نوروز و مهرگانند. ایرانیان اندوهگینی و به سوگ نشستن و اشک ریختن را کار اهریمنی و جشن و سرزندگی و شادابی را آفریده اهورامزدا دادار بخشنده و مهربان می دانند. نوروز از آن جمشید و آغاز کننده بهار و نیمه نخست سال، و مهرگان از آن فریدون آغاز کننده نیمه دوم سال است. مهرگان یادآور روزگار کهنی است که مهرپرستی در سرزمین آریاها پدید آمد و به سرزمین‌های دور و نزدیک راه یافت. مهرش بر دلها نشست و دلها را توان بخشید تا در برابر دشمنان رنگ نبازند و پایدار مانند. پیشینه این جشن به روزگار همزیستی قوم ایرانی آریایی و یا هندو اروپایی برمی‌گردد، زیرا مهر یا میترا در سندهای این دو قوم یعنی اوستا و وداها دیده می شود. جشن مهرگان یادآور پیروزی عدل و داد بر جور و بیدادگری و نماد آزادی خواهی است، زیرا ایرانیان در این روز به سرکردگی کاوه آهنگر بر آژیده‌ها که بیدادگر پیروز گردیدند و فریدون از دودمان پیشدادی بر تخت شاهی نشست. و پس از این پیروزی بود که در فرهنگ ایرانی کاوه آهنگر نماد آزادی خواهی، ضحاک نماد جور و ستم و فریدون نماینده مردم شناخته شد. چون مهر و دوستی پیوند دهنده دلها و خرمی بخش زندگی است، از این رو مهرگان را جشن پیوند و پیمان نیز گویند و ارمغانهایی از سوی نو عروسان و تازه دامادان و پسران و دخترانی که با یکدیگر نامزد شدند داد و ستد می گردد. مهرگان جشن کشت و کشاورزی و برداشت فراورده، همچنین جشن فرهنگی نیز به شمار می آید. مهرگان بر شما خجسته و شاد باشد.